سامسونگ بالاخره از گوشی‌های سری S24 خودش رونمایی کرد و با گلکسی ای یه جورایی تلاش کرد تا گوشی‌های هوشمند رو از اینی هم که هستن هوشمندتر بکنه. اما یا موفق شد؟ گلکسی S24 اولترا سامسونگ عضو ارشد پرچم‌دارای جدید سامسونگ هستش که امروز می‌خوایم بررسیش کنیم و بهتون بگیم که تا چه اندازه گوشی خوبیه و این قابلیت‌های هوش مصنوعی که اینقدر سامسونگ گوش مانوف میده آیا واقعا جذاب هستن یا نه. من همچنان سیمین هستم و از شما دعوت می‌کنم با ادامه این ویدیو همراه من باشید. نگاه اول گلکسی S24 اولترا از نظر طراحی شاید خیلی تفاوت‌های خاصی با نسل قبلی خودش یعنی S23 اولترا نداشته باشه، اما یکم بیشتر که روش دقیق میشید کم کم تفاوت‌ها خودشون رو نشون میدن. اصلی ترین تفاوتشون اینه که این گوشی حالا دیگه کاملا تخت طراحی شده و هیچ اثری از خمیدگی لبه‌های اطراف نمایشگر نیستش. من خودم به شخصه همیشه طرفدار گوشی‌های تختم و این سبک از طراحی رو خیلی بیشتر میپسندم. S24 اولترا یک کوچولو سبک‌تر هم شده، لبه‌هاش هم یک کوچولو صاف‌تر شدن نسبت به نسل قبلی، اما خب از نظر مقاومتی هم خیلی خفن‌تر شده. فریم دور گوشی الان تیتانیومیه که خب میتونید انتظار داشته باشید که مقاومت بیشتری در مقایسه با فریم‌های آلومینیومی نسل قبل داشته باشه. پوشش محافظتی این گوشی هم حالا اسمش گوریلا آرموره که طبق گفته سامسونگ تا 4 برابر مقاومت بیشتری در مقایسه با نسل‌های قبلیش داره. به غیر از اون یک کوچولو هم نازک‌تر شده این گوشی و به صورت کلی طراحیش خیلی خفن و با کلاس شده. 230 گرم وزن داره که خب وزن خیلی زیادی واسه یک گوشیه، مخصوصا اگر مثلا دستای خیلی بزرگی نداشته باشید، ولی خب یه طراحی خیلی خیلی با کیفیتی داره و من به شخصه با وجود سنگینی ظاهرش رو خیلی دوست دارم. تو لبه سمت راست این گوشی به غیر از خطوط آنتن کلیدهای تنظیم صدا و پاور قرار گرفتن، لبه سمت پایینیش شیار سیم کارت قرار داده، میکروفون مکالمه، پورت USB-C برای شور و انتقال اطلاعات، بلندگوی اصلی دستگاه و جایگاه قلم. تو لبه سمت چپ فقط یه خطوط آنتن رو داریم و تو لبه بالایی دستگاه هم 2 تا میکروفون. بدنه پشت دستگاه کاملا مات طراحی شده و به غیر از سنسورهای دوربین که دونه دونه روی این قاب قرار گرفتن المان خاص دیگه ای توش مشاهده نمی کنیم. این رنگی که ما برای بررسی در اختیار داریم رنگ تیتانیوم وایولت اون هست که بنفش خیلی تیره هست، اما خب 6 رنگ دیگه سامسونگ توی سایتش موجود داره که هر کدوم جذابیت های خاص خودشونو دارن. سامسونگ برای گلکسی S24 اولترا یه نمایشگر 6.8 اینچی داینامیک آمولد 2X در نظر گرفته که خب از این نظر تفاوت خاصی با نسل قبلیش نداره، اما خب اصلی ترین تفاوتش روشناییشه که حالا تو حالت پیکش 2600 نیته که این رقم دیوانه کننده ایه. این تفاوت وقتی که زیر نور مستقیم آفتاب با این گوشی کار میکنید خیلی خیلی محسوسه. تو هیچ زاویه دیدی خانایی گوشی محدود نمیشه و نکته مهم دیگه اینه که بازتاب نور روی نمایشگر خیلی کمه، یعنی شما به راحتی میتونید اون چیزی که تو گوشی داره نمایش داده میشه ببینید و رفلکت خاصی روش نداره. S24 اولترا گل سرسبد پرچم‌دارای سامسونگ به حساب میاد و میتونید انتظار داشته باشید بهترین نمایشگری که تا الان تو گوشی سامسونگ دیدید رو توی این گوشی ببینید و واقعا هم همینطوره، چه از نظر روشنایی چه از نظر دقت رنگی، از همه نظر نمایشگر این گوشی بی‌نظیره. یکی از اصلی ترین نقاط قوت S24 اولترا از نظر من اینه که فقط با یه چیپست راهی بازار میشه، اسنپدراگون 8 نسل 3 که برای گوشی سامسونگ شخصی سازی شدن. این یعنی دیگه نیاز نیست دغدغه اینو داشته باشید که تو بازار ایران نسخه اگزینوس موجوده یا نسخه اسنپدراگون. 12 گیگابایت حافظه رم و 256 گیگ یا 512 یا 1 ترابایت حافظه داخلی برای این گوشی در نظر گرفته شده. البته این گوشی هم از کارت حافظه پشتیبانی نمی‌کنه، یعنی باید حواستون باشه هر نسخه‌ای که می‌خرید حافظه‌اش هم اونقده. میتونید انتظار داشته باشید با این سخت افزاری که سامسونگ برای S24 اولترا در نظر گرفته تو تست‌های بنچمارک این گوشی امتیازهای خیلی خوبی کسب کنه که همین طور هم بود. با اختلاف نسبت به نسل قبلیش امتیازش بهتر بود، بین گوشی‌های دیگه اندرویدی هم امتیازهای خیلی خیلی خوبی کسب کرده بود. اجرای بازی‌ها هم طبیعتاً توی این گوشی نباید چالش خاصی باشه، هر بازی که فکرشو بکنید توی این گوشی نصب و اجرا میشه.
به لطف سیستم خنک کننده‌ای که حالا 1.8 برابر بزرگتر شده نسبت به نسل قبلی، خوشبختانه موقع بازی هم اصلا خبری از داغ شدن دستگاه نیستش. چرا گرم میشه اما نه اصلا شکل آزاردهنده‌ای داره، نه مثل اسپیسوس اف ای که گفتم اعصابتون رو خرد میکنه. تو گوشی‌های اندرویدی این بهترین سخت افزاریه که میتونید تجربه بکنید و گلکسی اس 24 اولترا از این نظر بهترین توی کلاس خودش به حساب میاد، هم تو اجرای بازی و برنامه‌ها هم تو تستای بنچمارک واقعا نمبر 1 بودش. البته اینو باید بهتون بگم که تو پردازش‌های سنگین توی طولانی مدت عملکرد دستگاه افت پیدا می‌کنه که خب طبیعیه. مثلا یکی از تست‌های بنچمارک 3D مارک که به مدت 20 دقیقه طول می‌کشید، عملکرد S24 اورتا یه چیزی نزدیک به 30% توی بلند مدت افت پیدا کرد و دستگاه هم تا حد مطلوبی گرم شد، نمیتونم بگم داغ شد، ولی خب به صورت کلی از این نظر هم عملکردش قابل قبول بود. یکی دیگه از چیزایی که من خیلی توی این گوشی دوست داشتم سنسور اثر انگشتش بود که مثل نسل قبل از نوع اولتراسونیک بود، ولی خب سرعتش به شکل خیلی محسوسی بالا رفته بود. یعنی به محض اینکه انگشتتون رو روی صفحه نمایشگر می‌ذاشتید تشخیص میداد و سریع قفل رو باز می‌کرد، نیاز به هیچ مکس اضافه‌ای نبودش. تشخیص چهره هم که با دوربین سلفی انجام میشه اونم عملکرد خیلی خوبی داره و خیلی سریع میتونه چهره شما رو تشخیص بده و قفل صفحه رو باز بکنه. تو فاصله بین لبه بالایی نمایشگر و فریم دور گوشی یه بلندگو قرار گرفته که با بلندگوی پایینی دستگاه صدا رو به صورت استریو پخش میکنن. کیفیت صدا انصافا خوبه، بلندی خیلی خوبی داره و جزئیات رو در عد و اندازه یک گوشی پرچم‌دار خیلی خوب منتقل میکنه. اما خب میرسیم به نرم افزار، جایی که سامسونگ امسال توی مراسم رونمایی از این گوشی خیلی روش مانو افتاد و گلکسی ای آی رو برای بار اول رونمایی کرد. S24 اولترا با اندروید 14 و رابط کاربری وانیای 6.1 راهی بازار میشه که خب جدیدترین نسخه از اندروید و رابط کاربری سامسونگ. خبر خوب اینه که تا 7 سال قراره که آپدیت های اندروید و امنیتی رو دریافت بکنه و این اولین باریه که بین گوشی های اندرویدی چنین اتفاقی داره میفته. سامسونگ با گلکسی ای آی یه سری از قابلیت های هوش مصنوعی رو برای اولین بار تو گوشی S24 رو نمایی کرد، البته بعدش اعلام کرد اینا فقط به مدت محدودی قرار رایگان باشن. اما خب تو این مدتی که ما این گوشی رو برای بررسی در اختیار داشتیم، اون چیزایی که توی ایران قابل تست شدن بود رو تست کردیم و در نوع خودش تجربه خیلی جالبی بود. یه سری از قابلیت‌های هوش مصنوعی مثل ترجمه زنده مکالمات فعلا محدود به 13 تا زبانه که خب میتونه دست بزنه که زبان فارسی فعلا بینشون نیست و ممکنم هرگز بینشون نباشه. اما خب قابلیت‌های جالب دیگه‌ای هم بودش، مثل سیرکل تو سرچ که واقعا خیلی تجربه جالبی بود. میتونستید هر چیزی تو هر نقطه‌ای از گوشی رو که در موردش سرچ کنی رو یه دایره دورش بکشید و گوگل اطلاعات کاملتری در موردش بهتون بده. یه سری قابلیت دیگه هم مبتنی بر هوش مصنوعی سامسونگ توی گالری واسه ادیت عکس‌ها در نظر گرفته که اونها هم خیلی باحالن و میتونید به شکل جدیدی عکس‌ها رو ادیت بکنید باهاشون. به غیر از این قابلیت‌های هوش مصنوعی جدید که باید حتما در موردشون اطلاع داشته باشید تا بتونید تو گوشی ازش استفاده بکنید، رابط کاربری S24 اولترا مثل بقیه گوشی سامسونگ و اگر باشون کار کرده باشید توی این گوشی هم چیز عجیب غریبی نمیبینید. البته به واسطه وجود قلم اسپن یه سری از قابلیت‌ها به صورت اختصاصی توی این گوشی در نظر گرفته شده که خب باز هم اگر تجربه استفاده از قلم اسپن رو تو گوشی دیگه سامسونگ داشته باشید اونا هم چیز جدیدی عملا ارائه نمی کنن. البته دقت و سرعتشون بهبود پیدا کرده و یه سری از قابلیت های هوش مصنوعی هم واسه اونها هم ارائه شده که حالا تو ویدیوها می بینید به چه صورته. 4 تا دوربین تو قاب پشتی این گوشی قرار گرفتن که 3 تاشون خیلی بزرگه. یه سنسور 12 مگاپیکسلی فوق عریض داریم، یه سنسور 200 مگاپیکسلی که دوربین اصلیه، یه سنسور 10 مگاپیکسلی تلفوتو و یه سنسور 50 مگاپیکسلی تلفوتو. این سنسور 50 مگاپیکسلی وجه متمایز کننده دوربین های این گوشی در مقایسه با نسل قبلیه که امسال تا زوم 5X رو به صورت اپتیکال ارائه میکنه. اگه یادتون باشه S23 اولترا زوم 10X ارائه میداد و شاید فکر کنید که این یه جورایی پسرفت به حساب میاد، ولی خب اینجوری نیستش. تو نرم افزار دوربین کماکان میتونید زوم 10X رو داشته باشید
و چیزی که ما دیدیم تفاوت خاصی بین زوم 10X این گوشی و نسل قبل وجود نداره. S24 اولترا خفن ترین پرچم‌دار فعلی سامسونگ به حساب میاد و باید از یک گوشی پرچم‌دار انتظار داشته باشید که عکس‌های خیلی خوبی ثبت بکنه. همینطور هم بودش توی همه شرایط نوری دوربین اصلی میتونه عکس‌های با کیفیتی ثبت بکنه، چه تو نور روز چه تو نور شب. کیفیت عکس‌ها خیلی خوبن. دوربین فوق عریض هم عکس‌های خوبی ثبت می‌کنه. نکته مثبت اینه که جنس رنگی عکس‌ها با هم منطبقه، یعنی با هر دوربینی که عکس بگیرید طیف رنگی خیلی تغییر نمی‌کنه و این یه نکته مثبت از نظر من. دوربین‌های تلفوتو تا زوم 3X و 5X رو بدون افت کیفیت عکاسی می‌کنن و خب انصافاً هم می‌تونید عکس‌های خیلی با کیفیتی با این دوربین ها ثبت بکنید، اما خب از زوم 10 و حتی 100 هرچی این عدد بالاتر بره کیفیت افت پیدا میکنه و صرفا یه عکسیه که میگیره، یعنی شما با زوم 100X خیلی نمیتونید اون عکس رو جای خاصی استفاده بکنید. این گوشی هم امکانه فیلم برداری 8K براش در نظر گرفته شده که البته به نرخ 30 فریم محدوده، ولی خب حالت لرزشگیرش هم تو کیفیت 4K عمل میکنه و عملکرد خیلی خوبی داره. دوربین سلفی این گوشی هم که تو حفره بالای نمایشگر قرار گرفته 12 مگاپیکسلیه که روی کاغذ تغییر خاصی با نسل قبلیش نکرده و این خیلی هم بد نیست چون که عکسای خوب و با کیفیتی میتونه ثبت بکنه. فیلم برداریش تو حالت شب یکم از نظر من نویز داره، ولی به غیر از این ایراد خاص دیگه بهش وارد نیستش. اینم نمونه فیلم دوربین سلفی گوشی گلکسی S24 اولترا هست که کیفیت فولشتی و نرخش هست برمیده. یه حالت پورتره هم داره، اونم الان میخواییم تست کنیم. این حالت پورتریت ویدیو دوربین سلفی هستش که همونطور که دارید میبینید پس زمینه من رو داره تار میکنه. از اینجا به نظر دقت خوبی داره. حالا باید نمایشگر بزرگتر ببینیم ببینیم که واقعا کارش درسته یا نه. اینم نمونه فیلم دوربین سلفی گوشیه گلکسی S24 اولترا است. داره با کیفیت فول اچ دی و 30 فریم بر ثانیه میگیره. بارون هم داره میاد. حالا من اینجا یه کوچولو دارم نویز میبینم، ولی باید ببینیم که بعدش به چه صورتی فیلم رو ذخیره میکنه. سامسونگ برای پرچم‌دار جدید خودش باتری 5000 میلی آمپر ساعتی در نظر گرفته که فرق خاصی با نسل قبلی خودش نکرده، ولی خب به لطف سخت افزار بهینه و کم مصرف‌تر عمل کرده باتری این گوشی خیلی بهتر شده. یعنی ما مدت محدودی این گوشی رو برای بررسی در اختیار داشتیم که 2 روزش رو اولا بنچمارک باتری این گوشی از ما گرفت. تو حالتی که نمایشگر 60 هرتز بود و رزولوشن نمایشگر خیلی بالا نبود 24 ساعت امتیاز ثبت کرد که این در ماه خودش بی سابقه بود. دیگه میتونید حدس بزنید که چقدر از وقت ما رو این بنچمارک گرفت. به طور کلی عملکرد باتری گوشی در مقایسه با نسل قبلی به شکل محسوسی بهتر شده. حالا بخوام یکم با جزئیات بیشتر بهتون بگم. نیم ساعت کال آف دیوتی تو بالاترین سطح کیفیت و تنظیمات نمایشگر 6% باتری رو کم کرد که خب رقم خوبیه. آسفالت هم به همین ترتیب 20 دقیقه من بازی کردم 3% فقط کم شد و واقعا از این نظر عملکرد باتریش خوبه. سامسونگ تو مشخصات این گوشی گفته که از شارژر 45 وات پشتیبانی میکنه که میتونه تو مدت 30 دقیقه 65% از ظرفیت باتری رو شارژ بکنه. ما این شارژر رو نداشتیم، ولی خب با شارژر 25 وات ما 14% تا 100% رو یه چیزی هولوش 1 ساعت و 5 دقیقه شارژ کرد که خب میتونید انتظار داشته باشید شارژر 45 وات این زمان رو کاهش بده. این گوشی از شارژر وایرلس 15 وات و وایرلس معکوس 4.5 وات هم پشتیبانی میکنه که کماکان رقم خیلی بالایی واسه یه گوشی پرچم‌دار به حساب نمیان. گلکسی S24 اولترا سامسونگ هرچند که یه کوچولو سنگینه، ولی از نظر من گوشی خیلی خوشگلیه. استانداردهای مقاومتی و ضد آب بودنش خیلی خوبه. اینکه حالا کاملا فلت طراحی شده خیلی نکته مثبتیه در رابطه با این گوشی. نمایشگر خیلی با کیفیتی داره، روشناییش در سطح عالیه، سخت افزارش بهترین سخت افزاریه که تو گوشی اندرویدی میتونید داشته باشید. نرم افزارش هم که
اگر گوشی سامسونگ داشته باشید میدونید خیلی اوکیه، پشتیبانی نرم افزاریش عالیه، این قابلیت‌هایی هم که با هوش مصنوعی داره ارائه میشه واقعا این رو یک کلاس بالاتر برده. از نظر دوربین هم دوربین های خوب و با کیفیتی داره، خیلی متنوعن و میتونید تو شرایط مختلف عکسای با کیفیتی ثبت بکنید. عملکرد باتریش هم خیلی خیلی خوبه. اما خب میرسیم به سراغ منفی ترین نکته این گوشی، یعنی قیمتش. قیمت پایه این گوشی تو بازار جهانی 1299 دلاره و الان که داریم این بررسی رو ضبط میکنیم 70 میلیون تو بازار ایران به فروش میرسه. اصلا نمیفهمم چرا گوشی باید انقدر خوب باشه و از اون طرف انقدر گرون باشه که ما هرگز نتونیم بخریمش. یعنی من تنها ایرادی که میتونم به این گوشی وارد بدونم قیمت بالاشه که واقعا اونو یه جورایی واسه ما دست نیافتنی کرده. اما خب شما اگر پول کافی برای خرید یک گوشی داشته باشید آیا به سراغ S24 اولترا سامسونگ میرید یا ترجیح میرید به سراغ رقیب اون برید ولی خب گوشیتون رو رجیستر نکنید؟ مرسی که ویدیو بررسی این گوشی جذاب رو تا انتها تماشا کردید. اگه از اون خوشتون اومد لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. یادتون نره که برای حمایت از ما میتونید کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید و زنگولش هم فعال کنید. اگر میخواید تو جریان جدیدترین اخبار دنیای تکنولوژی و سخت افزار قرار بگیرید، وبسایت سخت افزار مگ رو هر روز مطالعه کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.